قول دبیا بریز این رو دایره ببینم شیرین یا روبا باشم بریز این مورو بعد بگیم میدونستم یارو از اون مایه داره است. اصلا از وقتی که نشونش کردم فهمیدم خرپوله. گفتم حتما خیلی پول داره که اینطوری کیف شد دو دستی چسبیده.
شد. پس زدی تو خان. اصلا پسر تو مردم شناسی. حالا چیکار کنیم با این همه پول؟ کیارو خرپول بود ها؟ حالا ببینم تو چی کار کردی قربتی؟ اون که آقا رامین بود گند زد. وای با حال تو تازه باره. پسر دمت گرم. گل کاشتی. این تو مثل دستگرمی بود آقا ساسو. جونه تو؟ یاد بگی. تو هم همینطور. فیکس 100,000 تومان نه کم نه زیاد. پاشین آتشخاله رو میز جمع کنی. بیا کمک کن بیمزه. ازت خوشم اومد. از این به بعد بیشتر رو حساب میکنم. خیلی چاکرم آقا ساسم. دمت گرم. به مام یاد بده چیکار کردی. به ما قرد. احمق جون. اون کیفو من نشونش کرده بودم. وگه نه این قربتی تو خوابم نمیده همچی بردی بکنه. دست کن وحشی. شما برین خونه. منتظر من باشین تا بیام. محمود تو بمون. ازت خوشم اومد. دل و جیگر کار داری. اما عهد درگیری و دعوا نیستی. مالا چه به دعوا؟ ما دنبال کار گنده ایم. باشه باشه. برات میفرستم. راستی یه کاوازاکی نو برام اومده. اگه ببینیش عاشقش میشی. معلومه هر وقت که دلت بخواه. باش. بیا اینم بیا. یه کار مهم برات دارم. از همونه که دنبالشی. راستی بگو ببینم. اهلشی. جون شما آقا ساسان. یه دفعه. فقط یه دفعه یه سیگار کشیدیم. اینو نش دراز به دراز افتادیم. الحق که قربتی هستی پسر. محکم بشین. سلام مهری جون. سلام خانم دکتر. قربونت برم. وای معذرت میخوام. یادم رفت بیام پیش وازتون. باید منو ببخشین. بذارین کمکتون کنم. خیلی ممنون. خودم میارم. بفرمایید. چه خوش اومدی. شما میخواییم بیایی خیلی خوشحال شدم. امیدوارم بتونم کمکتون کنم. شما لطف داریم. راستی تا یادم نرفته یه امانتی براتون دارم. چی؟ اینه هاش. وای خدای من چقدر دلم براش تنگ شده. وای انگار که سال هاست ندیدمش. دختر خیلی خوبیه. کارآموز باهوشه. من مطمئنم که یه روزی پزشک محبوب و خیلی خوب میشه. انشالله. اگه خواهرتون نبود، من نمیدونستم درمانگا رو به کی میبایست میسپردم. مطمئنم مادرتون ازم دلخور میشه که چرا با خودم نیاوردمش. نه اصلا، آخه اون نیستش، رفته عراق خونه خالم. از وقتی که پدر فوت کرد روحیه خوبی نداره. این یه ساله یه قرن براش گذشته. متشکرم. خواهش میکنم. راستی بهتون تبریک میگم. خواهرتون میگفت پروژهتون رو تموم کردی. حرف بدی زدم؟ نه بروشم خانم دکتر. نتیجه یک سال زحمتم از بین رفت. آخه چرا؟ کیفمو امروز زدم. آخه
چی شده؟ هیچی. تا حالا ندیده بودیم کسی اتاق باباشو بزنه. کارتو بکن. آدرسی چیزی تو کیفت نداشتی؟ چرا؟ کارت همین مطب که کار میکنم توی کیف بود. پول چی؟ 5000 تومان بیشتر نبود. پول به درک. بدبختی اینه که نسخه دیگه ای از پایان نامه ندارم. حتی چک نویسشو. تا آخر هفتم باید تحویل بدم. درست میشه. قصه نخور. کارتو بکن. چیزی نیست. بیخیال. کیه؟ کره. نوکر بابامه. نوکر کر؟ این قلم جنس رو نایده بودیم. درسته که کره. اما یه تنه 10 نفر رو حریفه. ده. پس بهتره زودتر به جامی بسر. آخرین بار باشه ها. چشم دکتر. چی شد؟ بهت اجازه داد؟ با چه منتی؟ تا جریانو بهش گفتم افتاد به روانکاوی من ببینه راست میگم یا دروغ. مهم نیست. خودتو ناراحت نکن. اول میریم کلانتری موضوع رو براشون تعریف میکنیم. بعدم میریم دنبال برادر من میگردیم. پسر خیلی زرنگه. آشنام زیاد داره. باید ببینیش. خانم شما بفرمایید تو. خیلی ممنون. از اون ور نه. بهتر از پنجره بری. برو. حواستو خیلی جمع کن. باشه. برو دیگه. برو. برو. خیلی خوب باباده. بگو دیگه. From bad to watcher. Contact me ASAP about the job. بازم خفاش. تو که هنوز اینجایی معلومه خیلی فضولی. خب دیگه. یلا بیا برو. شب تو خونه میبینی. خیلی خوب. مواظب باش کسی نبینتت. باشه.
to Walter. Contact me ASAP about the job. از خفاش به کرکس با من تماس بگیرید برای انجام کار تا پیش از آنکه دیر شود. خفاش، پیغام دریافت شد. من که قبلا گفتم این کار خیلی خطرناکه. ترسو؟ نه، من ترسو نیستم. حتی برای توزیع وسیع کلی کالای مصرفی تهیه کردم. بله، بله، با پیش پرداخت شما. خیر، حالا نمیتونم. باید هرچه زودتر از ایران خارج بشم. احساس میکنم کسانی مواظبم هستن. خودم رو لو رفته حس میکنم. مثلا چقدر بیشتر؟ 2,000,000 دلار؟ خیلی خوب، خیلی خوب، آدرس و نشونی محموله. بله. بله. نادر؟ بله آقا. یه کبریت بده ببینم. چشم آقا، حالا براتون بگم. راستی آقا، در مورد اون کالاها چی کار کنیم؟ بالاخره مرتبشون بکنیم به زیر زمین یا نه؟ آره، الان دیگه وقتشه. چشم آقا. نادر؟ بله آقا. حواست کجاست؟ گفتم کبریت، چی شد این کبریت؟ ببخشید، حالا براتون بگم. زودتر. تو کی اومدی؟ تو اتاقم بودم. پس ماشین کو؟ نیوردم تو. بازم باش کار داشتم. بی خود کار داشتی. صد بار گفتم نمیخوام با اون ماشین این ور اون ور بری. بده من سویچو. اینو مادر گور به گور شدت لجبازی. از زن پدر عزیزم چه خبر؟ هنوز پاریس تشریف دارم. این فوزوریا به تو نایمده. برشو! برزم. یادت باشه قسط آخر آپارتمانم خودت باید بدی. من اینجا دارالایتام باز نکردم که خرج تو رفقای عروزلت کنم. قرتی. $2,000,000 هممون پودار میشیم. بیا بخور. صحبت $2,000,000 شد. تفلی لغمه تو گلوش گیری کرد. تفل مصوم یه هنداغ گرفتش. تو از چی حرف میزنی؟ از یه گنج سری. این نشونه محرمانه یه محموله است به ارزش $2,000,000. این شماره ماشینه و اینم ساعت تحویل محموله است. اگه ما سر به زنگا زودتر از رقیب اون ماشین رو پیدا کنیم، دیگه تا آخر عمر احتیاج به دل دزدی نداریم. میشیم جوانای میلیونر. ها؟ چطوره؟ حالا تو مطمئنه که محموله داخل ماشینه؟ 100%. شماره و محل پارک ماشین اینجا نوشته شده. یه دقیقه صبر کن. اگه اون ماشین سویچ مخفی یا چه میدونم آژیر یا رمز خاصی داشت اون وقت چی؟ من مطمئنم هر چی باشه تو جونور از پسش برمیاد. خب حالا هر کی هم قدمه بیاد جون. ما چه هستم؟ ما هستم. منم هستم.
چی شد؟ هیچی. مثل دفعه قبل گفتن آدرس اشتباهه. اونا گفتن کسی با این نامونشون اینجا زندگی نمیکنه. چیکار کنیم آبجی؟ بازم باز بگردیم. نصف تهرون رو گشتیم بابا. ببخشینا، این یارو برادرتون یا هر کی که هست زیادتون کرده. چی شو؟ حالا راحت شدی؟ این عوض کمکت به یه غریبه است. ای بابا. بابا گلی به جمالت. حکله سر بگازون. اینم به جای تشکرشون. حساب کن خانم دکتر. این شهر همه از آدم طلب کارن. هر کاری میکنن سرت منت میذارن. منظورت منم خانم دکتر؟ منظورم تو نیستی. لطف کن اینقدرم به من نگو خانم دکتر. خانم دکتر. خانم ببخشین الهی جان. میگم شاید اون در شرایطی که نتونسته آدرس جدیدشو بهت بده. بس که بیناتفه هست. معذرت میخوام. یه سوالی ازت دارم. محمود برادر تنی توه؟ مادرم به خاطر اونجا نشسته است. آقام پسر میخواست. مادرم با وجود اینکه دکترها معنیش کرده بودن بچه دار شد. اونم تو روستایی که نه درمانگاه داشت و نه دکتر. خیلی وحشتناک بود. از شدت درد مادرم به حال مرگ افتاده بود. همه دورش جمع شده بودن و شیون زاری میکردن. به هر حال پسری که پدرم میخواست به دنیا آمد. ولی به قیمت زندگی مادرم. پدرم میخواست جلوی هم ولایتیاش سربلند بشه. میگفت پسر عصای دسته. اما سالها بعد وقتی که داشت میمرد از این عصای دست خبری نبود. اما تو در عوض براش افتخار آوردی. شاید به همین خاطر بود که غیبش زد. آرزوهای پدرم و من برآورده کرد. فردا با آخر نشونی که ازش دارم سر میزنم. اگه پیداش نکردم برمیگردم. کجا؟ راستش هیچ جا. گفتم برم یه گشتی بزنم و این کیف رو آبش کنم. اون کیف متعلق به منه. اون از قبلشون کرده بودم. خواب دیدی خیر باشه. بس که تنت میخوره قربتی. امتحانش مجانی. بلنشم اینجا یه عکس شیش در چرا زد بگیرم بسید نگاه کن حالا دیگه با هم بی حساب شدیم برای اجازه سلام بازم اون بدبخت رو زدی بیچاره رو چی کارش داری آخه حقش بود ولی خب تو هم ندید بگیر
آقا ساسان نگو که من محمود زدم. لازم باشه خودم بهش میگم. بله. نه خیر. حالا پولا به جهنم. اونا جبران میشن. آره. ولی نوشتن اون همه مطلب به خدا اصلا دل و دماغ ندارم. حتما قربونت برم. نه 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 نه. باشه. باشه. مرسی. قربونت برم. خدا حافظ. خانم شما بفرمایید تو. ببخشید شما پرونده دارید. بله. نه خیر. من کیفتون رو پیدا کردم. بفرمایید. خدای من. ممنونم. نمیدونین این کیف چقدر برای من مهم بود. خب خدا رو شکر. با اجازهتون. حساب کنین. اسمتون رو نفرمودین. شما؟ من؟ من یه آدم خیر. قیافه شما خیلی برام آشناست. چرا عینکتون رو بر نمیدارین؟ والا خب دیگه به خاطر چشمامه. آخه میدونین هوا بله به خاطر آلودگی هواست. چشم من خیلی حساسه. خب حالا اگه اجازه بفرمایید از خدمتتون مرخص میشم. با اجازه. ببخشید. یه سوال. این کیفو کجا پیدا کردی؟ کجا؟ راستشو بخواین توی سطل زباله. سطل زباله؟ آره انداخته بودنش اون تو. عجب آدمای پستی پیدا میشن. خب دیگه با اجازهتون. صبر کن. تو شبیه همونی هستی که کیفمو زد. من؟ تو دروغ میگی. صبر کن. صبر کن. وایسا. با تو. گفتم وایسا. جلوشو بگیر. نظر خانم کنی. این همون دست کیف منه. وایسا. وایسا ببینم. جلوشو بگیر. نظر فرار کنه. الهی جلوشو بگیر. دختر بیچاره شوکه شده. تازه شانس آوردین که خواهرتون از نوع بیماری پسیکولوژی، وگرنه من چیکولوژی؟ یعنی با هر ضربه روحی بیهوش میشه یا به عبارتی از حال میره تا بتونه دو مرتبه تعادل روانیشو به دست بیاره، وگرنه دیپرس میشه. چی بگم؟ یعنی دیوانه میشه. خیلی من همینو کم داشتم. بعد از اون قرص بهتری یه لیوان آب قند بهش بدی بخوره. چشم. بیا. بخور برات خوبه. بخورش. همشو بخور.
اولین عرضه این بیماری فراموشیه. اگه بیمار بعد از بهوش اومدن شما را نشناخت چوکه نشید. الهه منم محمود. منو میشناسی؟ معلومه که میشناسمت. پس فکر کردی من خرم؟ خدا رو شد. چی رو خدا رو شد؟ فایسه ببینم. این سالا چه غلطی میکردی؟ خارج رفتنت، مدرک گرفتنت همش دروغ بود. خواهم اشتباه میکنی. چی رو اشتباه میکنم؟ آدرسای علکی، نامه‌های قلابی، دزدیدن کیف دختر مردم همش اشتباهه. آره؟ بابا جون، صبر کن بذار برات توضیح بدم. لازم نکرده توضیح بدی. به موقعش همه چی رو برات میگم. تو یه دزدی. دزد که شاخ و دام نداره. والا اینطور نیست. باور کن اینطور نیست. الان نمیتونم، به موقعش همه چی رو برات میگم. به روح مادر بس دیگه. اگه روح ننم آقا میقسم به هوری به سوال نیستم. خدا بلتاسید بوه. بخش خودنگاریش نیست. بخش چی انگاری؟ خودنگاری. بخش خودنگاریش نیست. بخش آخر، نتیجه گیری. یعنی مهمترین قسمت پایان نامم. حالا چی کار کنم آدم خیر؟ میارم فردا صبح برات میارم. سب کن ببینم، مگه نگفتی تو سطل زباله پیداش کردی؟ من؟ آره درسته من گفتم، ولی من راست شو بخواهی من اونو تو سطل زباله پیدا نکردمش، یه جای دیگه بود. کجا؟ خونه یکی از دوستان، برای همین دوباره بود برم سر وقتش. اون مریض سرقته، دست خودش نیست، ناخودآگاه این کار رو انجام میده. خیلی دلم براش میسوزه. شما که دانشجوی رشته روانشناسی هستین بهتر بود اینو درک کنین. خب بله ممکنه. واقعا احساس عاطفی شما قابل تقدیره. خواهش میکنم. فردا صبح براتون میارمش ساعت 10 با اجازه. خیلی خوب قبله. خوب خرید کرد نه؟ اون یه حقه بازه، یه روده راست تو شکمش نیست. ای بابا تو چقدر بدبینی. روانکاوی جدید میگه باید به آدم ها اعتماد کنی. این چیه؟ پولای خودمه. کی اینو اینجا گذاشته؟ همونی که بهش اعتماد کردی. دوست خودش بود. این نمونه زنده پروژه منه. بزن بریم، بزهکاری از سر و روش میباره. کجا؟ پس بفرمایید من اینجا مدادم. بقیه پروژه‌مو بگیرم بعد بهش حالی کنم. من از همه چی سر در آوردم. صبر داشته باش، خیلی چیزا مونده که ازش سر در بیاری. اینجور آدم‌ها خیلی عجیب تازی حرفان. بیا بریم. باز هم دوباره بارون میباره از پشت شیشه روی گل‌هامون. باز هم میشینه گرد خاطره مثل همیشه روی دل‌هامون. مادر بی تو من. به به آقای رابین هود تعجب نکن، آدرس مطب دختره رو تو کیف دیدم. بعدم شنیدم که آدرسش رو تلفنی چک میکردی. بسوزه پدر عاشقی، بسوزه. معلومه بد جوری گلوت پیشش گیر کرده آنه. به کسی که چیزی نگفتی. همیشه گفتم تو فرق میکنی، فلزت یه چیز دیگه است. اصلا پسر گروه خونت با اینا فرق داره. جونه تو بی خود دلداریم نده. من هیچی نیستم جز یه آدم بی کس و کار. از وقتی مامان و بابام تو 10 سالگی من از هم جدا شدن و منو سپردن به دست باد، شدم عین هوی بادکنک سرگردون. دائما منتظرم یه سوزن بهم بخوره و شرم کم. Thank you.
زود باش، بیا بریم. بریم. چیم به تاراش رفت؟ کیف زنم الان حسابشون رو میرسم تا 10 ثانیه دیگه بهشون میرسیم الان پرواز میکنم محکمش اینه نرگونو چی کار میکنی؟ یواش ما فقط میخواییم تعقیبشون کنیم پس اینو بگو مسئله خانوادگیه آره بابا یه همچین چیزی یاد بهشون نزدیک نشو خیلی خوب گمشون نکنی نه بابا نگران نباش رامین، سوژه مورد نظر پیدا شد؟ به طرف سوژه در حرکتیم، هنوز نرسیدیم سرعت عمل داشته باشین خودت ورودی رو کنترل کن طرف هستی معامله راه افتاد آیسا، کجا؟ شما بریم، نگه با ماما علمالوی سرش نیری یا؟ بار بابا سلام علیکم، اینه با منم تو کی هستی؟ مهندس تأسیسات از شرکت بولا ما خریداری نیستیم، برو به کاره چی؟ خیلی خب عمو جون، حالا راحت بگی لالا کن نه هنوز خبری نشده به معرض پیدا کردن بهت اطلاع میدم پس برای چی زنگ زدی گنده برد به جای تلفن بازی اون هیکل گنده تو تکون بده سوژه رو پیدا کن شانس آوردین که خیابونا شلوغه مگر نه تاره پدرم رسیده بود بجام بین احمد Thank you.
که به رامین بگم. سوار شد. شانس آوردی ماشین پیدا کردیم. آره. منطلی چی هستی؟ الان قطعش میکنم. بدجوری زدنش اما جون سالم به در برده. باید یه کاری بکنی. قطع شد بچه هم. بیا. بله. ماشینو پیدا کرد. آری شد. زودتر تمومش کنی. ما داریم میرسیم. باشه. خیلی احتیاط کنید. خیلی خوب. آقا ساسم. بجوم، طرف داره میام. باز شو. فکرش میکردم. نکنه این همون ماشین نیست. صبر داشته باش. محموله با اون مهمی رو که اینجا نمیذارم. یه خورده مغزت به کار بنداز. من توی ماشینه. صدای چی بود؟ نمیدونم. من از اون طرف بود. من میرم یه سرگوشی آب بدم. شما ادامه بدید. برو. بجوم گیر میافتیم. خیلی خوب بابا. پیداش کردم. زیر این صندلی جاسازی شده. به زود باش دیگه. چیه بابا؟ یه صبر کن. نگاه کن. عجب با مهارت جاسازی شده. هر کی بودا حرفه‌ای حرفه‌ای بود. برای گرد منم نمی‌رسه. نشنختی منو. نگاه کن. یه کف بستش کردیم. چاله فکر کرده خیلی سرنگه ولی حاجیت از اون سرنگ تره. بگو باری کرد خیالاتی شدی بچه؟ خودم دیدم. سوار شو ببینم. من نمیام. جهنم؟ ترسو. روشن اینجا برو محمود. روشن شد. بهوش اومد. آتم آخه. روشن بهوش اومد. جا رو دیگه. چند دفعه میگی؟ بهوش اومد! بهوش اومد! بابا خودم دیدم بود که نیستم! بهوش نبود! هی میگی بهوش اومد! بلند شد! بلند شد! بلند شد! درو اقوان! داره میاد! تو تر برو! یا داره میاد!
بالا. چی شد؟ قش کرد. خودشه، همون ماشینه، نگرد. گفتم نگرد. مثل اینکه همه چی لو رفته. باید برگردیم، باید از اینجا فرار کنیم. بهتره برگردیم بریم خونه. حالش چطوره؟ خوبه، فقط نمیخواد تو رو ببینه. حق داره، کارای من دائما شوکش میکنه. اونایی هم که شوکه نمیشن فکر میکنم آخرش دیوونه میشن. بفرم. اینا چیه؟ بخش خودنگاری. فقط ببخشید که کمی با گوجه و خیار قاطی شده. ببین به چه روزی افتاده. خوندمش، مدک نبود. اما خب خالی از ایرادم نیست. میدونین اونطوری هم که شما فکر میکنین بزهکاران به خودباوری کامل نمیرسن. منظور چیه؟ یعنی فکر نمیکنن هر کاری که میکنن درسته. مثلا همین ساسان خودمون اصلا مغز نداره که بفهمه باید خودنگار باشه یا نباشه. باشه. ده. تو داری به من چیز یاد میدی؟ تو رو خدا دنیا رو ببین. یه دزد کیف زن داره به من درس اخلاق و روانشناسی میده. دزد نه، بزهکار خانم. اکی از شرکت خیالم راحت شد. مواظب خونه باشید. قفل بسته تمام درها رو محکم کنید. تا صبح هیچ از چشم رو هم نذارید. با اون احمقم هاری کن هر کسی وارد ساختمون شد همونش ده. باشی قربان، اصلا نگران نباشید، من اینجا هستم. تو فکر میکنی در مقابل اون چی هستی؟ خسرو، ای خسرو، بیا کمک کن میزو بذاریم پشت ده. آهای واتا محمد. Hadi.
نادیا کجایی؟ نادیا کدوم گوری هستی؟ نادیا خسرا خسرا کارلا خفا منو نکن سب کن تو توضیح میدم خواهش میکنم به فرصت بده همه چیزو بهت میگم نه خواهش میکنم کارلا یه فرصت دیگه بهم بده منو نکن تو اشتباه میکنی من تو این جریان تقصیری ندارم رو دست خوردم اشتباه من کاری نداشته باش قول میدم جبران کنم همه چیزو بهت میگم نه کارلا سب کن بزن برام تون ببین اون قربتی چجوری ما رو قال گذاشت و به هممون رو دستت اگه دستم بهش برسه تیکه تیکش میکنه محمود تقصیر نداشت اون قورتشه تو دیگه همشه ترسو من ترسو نیستم اون لنده هور شوخی نداشت میخواست ما رو بکشه ما وارد بازی خطرناکی شدیم ولی من یه چیزی رو نفهمیدم اون دوتا دختر اونجا چیکار میکردن آره امروز صبح به طور مشکوکی رفت بیرونا کیف اون دخترم باهاش بود نکنه با اونا قرار گشته ما رو قال بذاره نه بابا اینطوری نبود اون فقط رفت کیفو بهش بده کجا؟ من چه میدونم؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟ که گفتی چیزی نمیدونی ها؟ خب نمیدونم دیگه دروغ میگه یه چیزایی میدونه آره تو اون همیشه جیکوپی که تون با همه اصلا تو اونو به ما معرفی کردی چه ربطی داره؟ منم اتفاقی باش آشنا شدم من هیچی نمیدونم تو فقط محکم نگرش دار برم کن حالا معلوم میشه به ما نارو میزنی آره؟ الان بهت میفهمونم دیوونه شدی؟ میخوای بهم سیانور بدی؟ تا سه میشمارم اون وقت اگه نگی دهنتو باز میکنم و بعد؟ نه تو رو خدا این کارو نکن یک دو خیلی خوب حالا که برات مهمه میگم برش برش بر الو الو توی ساسم بابا توی آره حالت خوبه بچه بابامه فکر کنم بو برده ساسم کارم داشتی بابا خودت میدونی چی کارت دارم پاشو بیا اینجا نمیتونم من تنها نیستم بابا ساسم برای من بازی در نیار با دوستات بیا بهت احتیاج دارم از که تا حالا ببین ساسم حالا وقت این حرفا نیست امشب از زرنگی خیلی خوشم آمد میخوام کمکم کنی بهت احتیاج دارم بیشتر از اون چی که فکر کنی گیرت میاد منتظرتم خیلی خوب بابا همین الان حرکت میکنم خدافز بالاخره بابام به ام احتیاج پیدا کرد پاشین شما بهتره بیان هی آدرس مطب دختره همینجا وایسا بیا پایین چه؟ ما این بابا در رو باز کن خب بیاییم بابا برو تو بیا اینا چیه؟ آمپولای بکمپلکس روزی یه دونش برای تقویت بنیه بد نیست اینا 2,000,000 دلار میارزید بله موسیقی
تقصیر تو هست. جواب یارو رو بده. خیلی خب، بدون معطلی باید به من بگید اسم باندتون چیه و با چه کسانی در تماس هستید. البته اگر به زندگیتون علاقه‌مند هستید. با هیچ کس ارتباط نداشتیم، ما هیچ پوخی نیستیم. همینطوری تصمیم گرفتیم کی با بدرستیم. دروغ میگی. اونی که فرار کرد کی بود؟ بابا یه قربت این کلش شد. هیچ جوانش نبود. آره والا. وقتی این قرص حل بشه مهلتتون تمامه. کاری نبود. نه عوضی گرفتین آقا. میدونم که عبا عبریه. کی بود؟ هیچی، یه مزاحم شوخیش گرفته بود. پس چرا اونقدر حرف زدی؟ چه میدونم، فکر کرد درست گرفته. ببینین، من دیگه باید برم. کجا؟ مگه قرار نشد بریم همه چیزو گزارش بدیم؟ میبخشی الهه، من دیگه نمیتونم با شما باشم. برای شما هم بهتره که دوره بر من نباشیم. یعنی چی؟ میدونی چه؟ من باید ساسانو پیدا کنم. من از کلک بدم میاد. اونا پولا رو برداشتن و یه کیفی بی ارزش و وبال گردن من کردن. اینه که من باید انتقام بگیرم. این مزخرفات چیه میگی؟ مگه شهر هرته؟ مملکت قانون داره. میدونم میدونم، من همه چیزو به موقعش براتون تعریف کردم. میگه به موقعش، به موقعش، به اینقدر سر و صدا کردین تا همسایه‌ها معترض شده. مش تقصیر توی دیگه. مجبور اینقدر جیغ بکشی؟ یعنی چی فکر می‌کنی من نمی‌فهمم تو داری چیکار می‌کنی؟ واقعا خوب تو زدی به
خرباش! بیای! زود باشی! یعنی تمام آزمایشات صورت گرفته؟ که اینطور. خیلی ممنون. بازم از آزمایشگاه بود قربان؟ بله. برای آزمایشگاه حتمیه که این یک آمپول ساده بی کمپلکس بیشتر نیست. ولی تصور میکنم کارلو داره ما رو فریب میده. اون به زبان ما مسلطه. و راحت داره کارشو از پیش میبره. همینطوره. شما چیکار کردین سرکرد؟ اطاعت امر شد تیمسار. تمام منزل تمدن بازرسی شد. به غیر از اجساد تمدن و راننده و آشپز و اون جوانک توی زیرزمین منزلشان مقدار زیادی کالای جور و جور مشاهده شد. مثلا چی؟ کوکائین، قرصای سدیم ساخارین، لنزهای تزئینی و مشروبات الکلی. یعنی چی؟ یه اجنبی تحت عنوان وابسته فرهنگی یک سفارتخانه خارجی با گذرنامه جعلی وارد ایران میشه؟ یه محموله که به خاطرش آدم میکشن؟ و مرگی دلال و توزیع کننده دارو که اخیراً کارش به قاچاق کوکائین و مشروبات الکلی کشیده شده؟ این چه معمایی سرگرد؟ با تجربه و جسارتی که مأمور مخفی ما داره به یاری خداوند این معما به زودی حل خواهد شد قربان. براش خیلی دل واپسم. چینا رو برده خونش معلومه احمق جون دنبال آدرس محمود امام که بلد نیستیم کلکمون کنده هست نمیذاره زنده از اینجا خارجی باید یه کاری بکنیم یه باشتر دارم خفه میشم میارزید به خاطر این کیف با ارزش یا بیارزش به این روز بیافتیم حالا خودت به جهنم من که چهار تا بدبخت و بیچاره رو تو اون درمانگاه فکستنی دوا و درمون میکردم به درک این طفل معصوم چه گناهی کرده که باید از درس و زندگیش بیافته من دارم تقاص چی رو پس میدم محمود به تو هم میگن برادر تو کی هستی؟ از کجا آمدی؟ میخوای چی کار کنی؟ من نمیفهمم نمیفهمم این کیف چیه که همه زندگی تو وقفش کردی؟ دستش افتاده؟
صبر کن خواهر، صبر داشته باش. اگه حدسم درست باشه دیگه بازی تمومه. اون وقت میدونم چه معاملی باشم بکنم. قش کرد؟ شوکه شده. ای بابا، حالا چه وقت شوکه شدن آخه؟ چه حرفا میزنی؟ مگه دست خودشه؟ زود برو قرصاشو از تو کیفش بیار. این بچه یه قشی نبود طفل معصوم. چرا این طوری شده؟ ای وای، بیا بریم. مگه نتیم خواست بره اون آمپورا رو معامله کنه؟ عجله کن، من میدونم هرچی از سیرسر این آمپورای لعنتیه. دست نکن، بیا بریم دیگه، زود باش دیگه، بیا بریم. من این بار محمود تو انبار متروکه سمت جاده خاوران دیدم. اسی منو برد پیشش. خب خودش میگفت متخصص قفل‌سازیه. میگفت بهش تهمت زدن، مجبور شده بیاد نگهبان انبار بشه. اون طرفو برم پیداش میکنم. دستتو بکن تو جیبم، شاید بتونی فندکو در بیاری. نمیشه، دستم نمیرسه. سعیتو بکن دیگه. تو چطور فندکشو گوشتی تو جیب پشتی داخل؟ از ترس بابام، آخه گاهی جیبامو میگرده. دیگه چیزی نمونده. حالا تو مطمئنی؟ آره بابا، زمان دانشجویی باش همخونه بودم. از بنیانگذارای همین لابراتواره. اون میتونه راز این آمپورا رو برامون کشف کنه. من مطمئنم. دقت کن، مواظب باش نندازیش. برداشتی فندکو؟ برداشتی؟ آره بابا، اینقدر هولم نکن. فیلن هیچی ازم نبرد، بعدا همه چی رو برای توضیح میدم. خیلی وحشتناکه، به سرعت نور تکثیر میشه. خدا کنه گازش تموم نشه. به جای غر زدن کارتو بکن. خیلی خوب، چیزی نمونده. تموم شد، داره میاد. میدونین که تصمیم با خودتونه. Thank you.
طولش دادی. فکر کردم دزدیدنت. وحشتناک مهری، باورت نمیشه. هامپورا حاوی ویروس تکثیر شده بیماری ایدز. باور نکردنیه. یه جور ساره مرگبار. خدای من، بهتر نیست پلیس رو در جریان بذاری؟ خودم هم همین خیال دارم. اینا هم پورا منحصر به فردن. واسه همینه که اون قوله بیشا خودم دست از سرمون بر نمیداره و همه جا دنبالمون میاد. اینا هم پورا یه دونش میتونه یه نسل رو نابود کنه. الهی، من اینو توی ماشین پیدا کردم. یه بیسیم با آرم دولتی. خیلی هم عجب نیست. محمود یه دزده. هیچی ازش بعید نیست. ولی این توی ماشین جاسازی شده بود. اونم با دقت. چی میخوای بگی؟ ببین، این یه ماشین دزدیه، ولی حتی یه بارم جلوی ما رو نگرفتن. هیچ از خودت پرسیدی چرا؟ خدای من، یعنی من اشتباه میکردم؟ اون چونش در خطره؟ بر میگردیم. کجا؟ انبار متروکه. خب، نتیجه؟ جای محمودو میگی. Hello. Yeah. All right. I got it. بگو باری کردم، دیدی چه شاری کرکشو کنده؟ حرف نداری. بیا بینم الان حسابشو میرسم. احمق نشو، میخوای همه رو خبر کنی؟ صبر کن بینا. بیا بیا. سب بچیم. همه چی طبق نقشه پیش رفت. میرم جاده خاوران تا کارتمو کنم. تا حرف نزنی سرت زیراب میمونه. انقدر که نفس کشیدن یادته. آره، حرف میزنی یا نه؟ شما ها احمقین. اون کیف ارزشی نداره. هیچ دلاری در کار نیست. اگه ارزش نداره برای چی دزدیدیش؟ اون کیف به درد شما ها نمیخوره. ما گوشمون از این حرفا پره. یا جای کیفو میگی یا همینجا خفت میکنی. ولش کنی. چلو یا ولش شلیک میکنم. مردش نیستی. بیا با کش. چرا معطلی؟ اون به خاطر امثال شماها جونشو به خطر انداخته. هیچ از خودتون پرسیدین اون آمپولای لعنتی که دنبالشین چیه؟ حاوی میلیاردها ویروس ایدز که میتونه با مواد مصرفی ترکیب بشه و در بدن آدما نفوذ کنه. یعنی یه قتل عام بی سر و صدا و وحشتناک. یه تهاجم خاموش. ما گوشمون از این حرفا پره. یا کیفو رو میکنی یا اینکه همتون کشته میشه. درسته. نباید هم حالیتون باشه. بیارش. یالا. میدونین هدف اصلی اونا شما جوون هستین؟ اونا ویروس ایدز رو به وسیله دلارای آلوده براتون فرستادن. اونا میخوان 10 سال دیگه ما یه مش جوون مریض داشته باشیم. یه نسلی که نتونه برای خودش تصمیم گیری کنه. درست مثل شماها. بیا. مینم این کیف لعنتی. ولی موفق نمیشه این آرزو رو به گور میره. برعکس. ما موفق میشیم. این تفاوت چیه؟ شما دیگه نیستین که نتیجه کار ما رو ببینین. برو کنار. بزنش.
اون هم پولا منحصر به فردن. من با کسی شوخی ندارم. کیف رد کن. میری برو بازش کن، میرم ماشین رو بیارم. یه چاقو کنار پام جاسوسی شد. راسود باش. گلوله ها فقط یک کش داره، هر وقت اراده کنی یکیش تو مغز دو قلبت بشینه. میخوام بهت فرصت بدم تا سر عقل بیایی. آه.
چیزی نمونده بود که توی حوصله اسید سقوط کنه و حل بشه. آب من بیفایده است. من محموله خودم رو میخوام و شما جونتون. این معامله منصفانه ایه. اینطور نیست؟ جهنم کرد. سروان و سیرت تلفن. سروان و سیرت تلفن. جناب سروان شما رو میخوان. متشکرم. علی سروان. قربان. پسرم کارت واقعا عالی بود. میدونم که شرایط سختی داری ولی حیفم اومد بهت خسته نباشی نگم. در ضمن خوبه بدونی که ما تو خونه کارلو به اسرار زیادی دسترسی پیدا کردیم که فکر میکنم خیلی از مسائلی رو که تا این لحظه برامون در پرده ابهام بود روشن کنه. خیلی خوشحالم که این خبر رو میشنوم قربان. آره خواهرت چطوره؟ در حال حاضر تو اتاق عملی قربان. توکل به خدا کن. منتظر نتیجه. بله قربان. راضی هم برسای خدا. جناب سروان خوشبختانه خطر رفع شد. فقط باید تحت مراقبت های ویژه باشه. در ضمن گفت این کاغذ و این گلو بدم به شما. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. میتونین دو ساعت دیگه بیمارو ببینید.
محمود جان، این چند خط برای تو و این گل برای مهری. تو این مدت اینو فهمیدم که شما دوتا خیلی به هم میاین. اگه زنده موندم دوست دارم خودم حلقه عروسیتون رو براتون بگیرم. فقط باید مواظبم باشین این دفعه از خوشحالی قش نکنم.